با سلام در این قسمت می که ادامه جستجومون رو در شهرستان آباده ادامه بدیم پس اگر خواستید با ما همراه باشید خب دوستان مثل یک سو تفاهمی پیش اومده این که گفتم این تپه های رنگی اطراف شهرستان آباده سنگ شجر داره منظورم سنگ شجر بود نه اون سنگ هایی که شبیه به عقیق هست و شفاف و نیم شفاف هست و رگه های درختی داره اون نوع شجر قیمتی رو نگفتم این نوع شجر دکوری و نسبتا قیمتی رو گفتم این نوع رو گفتم که سنگ معمولی و مات هست و روش این رگه های شجر که شبیه به فسیل هست مشاهده میشه این نوع شجر داخل این تپه های رنگی گاهی وقتها پیدا میشه خب ولی اینکه اون نوع شجر قیمتی تر که نیمه شفاف و شفاف هست و طرح شاخه درختی داره رو میشه این جور پیدا کرد یا نه متاسفانه اطلاعی ازش نداریم و بابتش عذر میخوایم خب همونجور که در قسمت قبل هم گفتیم تو این قسمت های آهکی ها گاهی وقتها رگه ها و دانه از جنس سنگ نیمه قیمتی و سنگ قیمتی پیریت پیدا میشه که این شکلی هست سنگ قیمتی پیریت بستگی داره اگر کیفیتش و رنگش پایین باشه میشه بهش گفت سنگ نیمه قیمتی اما سنگ های پیریت اگر مثل این نمونه خوش کیفیت و خوش رنگ باشند جزء سنگ های تماما قیمتی هستند البته نه به اندازه جواهرات ولی خب تا حدود قیمتی و با ارزش هستم. و خیلی از پیریت هایی که درون این سنگ های آهکی پیدا میشه مثل این بلوری بلور درشت نیست و به شکل قاصدکی هست که در ویدئوهای قبل راجبش توضیح دادیم لیمویی و قاصدکی شکل که همطور که میبینید سنگ های آهکی اینجا زیاده و مثلا دوستان این سنگ های آهکی همچون که در ویدئوهای قبل گفتم البته این تیکش رو یکم جدید هست این سنگ ها از نوع آهک سفید نیست مثل این سنگ ها سنگ های آهک سفید نیست سنگ آهک خاکستری و تیره هست یعنی سنگ های آهکی خاکستری و تیره و گایم سفید از این جنسه سنگ های آهکی اطراف آباده بیشتر مواقع خیلی از مواقع از این جنس سنگ آهک خاکستری هست و همجا که میبینید پر از رگه های آب گرم کلسیت هست این کلسیت ها الان قیمتی نیست ولی وقتی این بلورهای سنگ بلورهای این رگه کلسیت شیری شیری رنگ درشتر باشه بلورهاش درشتر باشه و شفافتر باشه به این شکل هست که این شکل قیمتی این شکل کلسیت جزء سنگهای نیمه قیمتی است یعنی این رگه هایی که سنگ کلسیت نیمه قیمتی نیست اگر به این شکل پیدا کنید جزء سنگهای نیمه قیمتی هست و ارزش داره به شرط که مشتری براش پیدا بشه که بیشتر مواقع پیدا نمیشه خب ها اینجا رو میبینید این قسمت های تپهی که به رنگ قرمز و قهوه دیده میشه تا اینجا ادامه داره و میاد حتی نزدیک قله که اینا جنسش از یک نوع سنگ رسوبی هست و همطوران که بینید سنگ های آهکی تیر رنگ یا مثل این سنگ خاکستری یا حتی به رنگ های مشکی دیده میشه که داخلش میتونید گاهی وقتا سنگ قیمتی پیریت طلایی پیدا کنید حالا چه به شکل متعدل مرکز و قاصدکی شکل چه به شکل بلوری و کریستالی دوستان ولی متاسفانه این رو باید بگم که سنگ نیمه قیمتی کوارتز سنگ قیمتی کوارتز بلورها و کریستالهای های کوارتز در این منطقه مسک وجود نداره و متاسفانه این منطقه فاقد سنگ قیمتی بلوری کوارتز است یعنی همون بلورهای شیسلی نکتیز معروف کوارتز در این منطقه پیدا نمیشه اگر هم بشه خیلی خیلی محدود و کم هست مسکه. اما در این خطها و رگه های خاکی و شکاف ها سنگ قیمتی آراگونیت سنگ قیمتی آراگونیت سنگ نیمه قیمتی آراگونیت و سنگ نیمه قیمتی کلسیت حالا چه به شکل این کلسیت های دندان سگی که روشم آهک بسته و چه به شکل کلسیت های مکعبی و شیری رنگ یا مثل این رگ کلسیت زیاد در این منطقه مشاهده میشه نسبتاً نسبتاً زیاد هست به غیر از این آرگونیت های نیمه قیمتی یک لایه حدید سرخ یک لایه سنگ نیمه قیمتی حدید سرخ و سنگ نیمه قیمتی قهوه‌ای رنگ گوتیت یا همون حدید سماقی هست یعنی در واقع سه نوع سنگ قیمتی تو یک لایه اینها رو هم ممکنه تو اینجور مناطق مشاهده کنید ولی میگم باید حتما جستجوی خوبی بشه تا شاید پیدا کنید و کلسیت هایی به هر رنگ به رنگ های زرد و قهوه یا سفید بیشتر دیده میشه مخصوصا سفید رگ های نامنظم کلسیت سفید که گاهی وقتها رنگ های قهوه و زردش هم پیدا میکنید و همینطور هم دارید میبینید بعد بله نگاه کنید این خطهای خاکی همجور که در ویدوهای قبل هم قبل ها هم گفتیم اینها نشون میده که ممکنه سنگ قیمتی آراگونیت یا کلسیت داخل این قسمت های خطی باشه قسمت هایی که خط باریک و صافی داره البته تمام این سنگ ها پر از این رگه های کلسیت هست ولی اون قسمت هایش که با ارزش تره میتونه به شکل خط یعنی درش بلور و شفاف و خوشگیفیت رو و با ارزش تر هست و به درد سنگ های نیمه قیمتی میخوره واقعا تو این قسمت های خطی پیدا میشه دوستان این دوتا عکس میبینید متاسفانه باید بگم که آموزش پیدا کردن و شناسایی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی با گوگل مپ شاید بتونیم فقط تا نزدیک های زمستون ادامه بدیم چون که بعد تصاویر گوگل مپ به روز میشه خود به خود به صورت طبیعی و این جورجه ها برف میاد و وقتی که برف و رطوبت وارد این خاک ها و این سنگ ها میشه دیگه نمیشه جنس سنگ ها رو را راحت تشخیص داد و کار یکم مشکل خواهد شد و دوباره تا بهار سال بعد و تابستون سال بعد که این برف این منطقه آب بشه و دوباره تصاویر تابستانیش به میشه باید سرب کرد و شاید تا اون موقع دیگه قسمت های از این گوگل مپ رو نزنیم اما باید به صورت سرعتی و رندوم سعی کنیم که زیاد از این قسمت های آموزش پیدا کردن سنگ قیمتی با گوگل مپ رو بدیم که اگه تصاویر برزسانی شد از قبل یک ذخیره از ویدئو در چنل داشته باشیم و شما عزیزان هم انشالله که بتونید استفاده کنید ازش به دردتون بخوره این سنگ های سفید رنگ بین آهک های خاکستری و تیره و این تپه های رنگی یک سری سنگ های سفید رنگ هست اینها اینها رو هم بگردید اینها هم جنس خوبی داره یعنی گاهی وقتا در اینها یک یا چند نوع سنگ نیمه قیمتی پیدا میشه دوستان این که در ویدیوهای قبل گفتیم سنگ حدید قرمز حدید سرخ سنگ نیمه قیمتی حدید سرخ در این سنگ ها پیدا میشه حتما باید شکاف و ترک وجود داشته باشه مثلا این قسمت های خاکی باید شکاف و ترک و این قسمت های آهکی باید شکاف ها و ترک وجود داشته باشه که با رسوبات حدید قرمز پر بشه و, و, یک رگه خوب از حالا چه کوچیک چه بزرگ یک رگه خوب از سنگ نیمه قیمتی حدید سرخ حدید سرخ زیبا به وجود اومده باشه و حتی حدید سماقی یا همون گتید هم گاهی وقتها ولی در اون سنگ های آهک پیریت ها وقتی زنگ میزنن این نوع سنگ زیاد دیده میشه چون پیریت وقتی زنگ میزنه به حدید سماقی یا همون گتید اسم علمیش هست تبدیل میشه این قسمت ها و ارتفاعات تیره رو هم میبینید چند جا من اینا رو مطالعه کردم و دیدم دقیق مطمئن نیستم ولی طبق مطالعات زمین شناسی که مطالعه کردیم مثل که اینها یک نوع سنگ به اسم شیل هست نه همیشه ولی گاهی وقتها درون این شیل ها درون رگه های کلسیت این شیل ها سنگ نیمه قیمتی و قیمتی کوارتز همون کریستال های کوارتز بلور های شیشزلی نکتیز کوارتز پیدا میشه که اگر هم پیدا کنید خیلی دونه هاش کوچیکه یعنی کوچک بلور هست دوستان یک حقیقت تلخ رو باید راجع به سنگ های قیمتی کوارتز در کشور عزیزمون ایران بگم که متاسفانه ایران خیلی سنگ های کوارتز نداره و اونهایی هم که داره دونه هاش و کریستال هاش کوچیکه یکی از عزیزان در یکی از پیچ های اینستاگرام سوال کرده بود که من یک ماه هست که کوههای البرز طرف کرج و تهران رو میگردم من خدا موتورم میرفت با موتور میرفت این کوه کو. تو این یک ماه گشتن فقط تونسته بود چند تا بلور کوارتز کوچیک پیدا کنه این در صورتی که اگر شمال اروپا رو بعضی از کوههای شمال اروپا رو بخواید دنبال سنگ های کوارتز بگردید ظرف یک ماه میتونید بلورهای درشتر و نسبتا زرد رنگ رو از سنگ قیمتی کوارتز پیدا کنید و ایران خیلی خبری از کوارتز و تورمالین و زمرد کبود و اینا نداره حتی خودتون هم احتمالا شنیدید تا حالا یک بار هم شده اسم معدن یاقوت ایران رو شنیده باشید البته یک معدن یاقوت در جنوب همدان اکتشاف شده ولی هنوز به بهره برداری نرسیده کلا ایران همونجور که خودتونم هم, هم که میدونید و تو اخبار هم تا الان نشنیدیم معدن زمرد نداره معدن زمرد رسمی نداره یاقوت به صورت رسمی معدن نداره ولی گارنت و اینا گاهی وقتا پیدا میشه که در اون سنگهای دگرگونی شیست است و اطراف آباده این سنگهای دگرگونی نیست این به این سمت آباده و یه سری سمت شمالی و غربی یک سری رگه های فلز سرب و رگه های مس و رگه های فلز منگنز و چند تا رگه دیگه اکتشاف شده و واقعی هم هست یکی که دو سه تا از این رگه ها در حال بهره برداری معدنی ازش هست که آدرس دقیقش رو نمیدونیم وگرنه بهتون میگفتیم چون این رگه های مس سه نوع چهار سنگ قیمتی داخلش پیدا میشه که از جنس خود مس هست تا حدودی درصدی و منگنس هم میتونه رودوکوروزیت که یک نوع سنگ یاقوتی زیبا هست یاقوتی رنگ یک جور بهش مرمر سرخ هم میگن ولی مرمر نیست لقبش مرمر سرخه بله این هم ترین معدن اطراف شهرستان آباده معدن خاک نسوز که از این قسمت استخراج میشه این هم یک محدوده از سنگ شیل که همونطور که گفتم گاهی وقتا درون این شیل ها بلورهای سنگ قیمتی کوارتز بلورهای شیسلی و نکتیز سنگ قیمتی کوارتز پیدا میشه اما خیلی دیر به دیر و خیلی ارزش جستجو نداره ولی خب شایدم شانس بیارید و نتیجه بگیرید هیچ قولی نمیدیم و این محدوده ها چند جا هست الان این محدوده را ای دقت کنید میاد تا نزدیک های جاده جاده اصلی اصفهان به شیراز یا شیراز به اصفهان که اینجا هم داره اینجا هم از این ظاهرا سنگ های رسوبی شیل سیاه که گفتم داخلش بلورهای کوارتز پیدا میشه گاهی وقتها داره چند جای دیگه هم هست و اگه خودتون گوگل مپ رو جستجو کنید در این قسمت های خاکی و کناره های تپه ها و کوه ها چند تا از این قسمت های شیل رسوبی شیل رو پیدا می کنید و شهرستان آباده این خط مشکوک رو مشاهده می کنید این خط رو هم اگر تونستید اگر خواستید وقت داشتید و توانش داشتید یه نگاهی بندازید دقیق نمیدونم چه نوع سنگی میتونه داخلش باشه اما این خط های گسلی شکل بعضی وقتها سنگ قیمتی نسبتا خوبی پیدا میشه که یک خط نامعلوم و نصف نیمه هست اما امتدادش ادامه دار بودنش معلومه که در این قسمت آباده قرار گرفته این هم از یک رگه خاکی و خط دیگه که اینجور رگه ها میتونه بعضی وقتا شاید تقریبا سنگ های بدی نداشته باشه سنگ های قیمتی بدی داخلش نباشه میبینید یک خط صاف انگار مثلا خدا با خنجرش اینجا رو خط انداخته یک همچین شباهتی داره اینجا هم یک مدلش هست و همینطور یک خط فرعی این خط های اینوری و اونوری میتونه که گاهی وقتا سنگ قیمتی آراگونیت و کلسیت ها حالا به هر رنگ و هر کیفیتیش داخل اینها پیدا بشه دوستان این که بعضی وقتا این حرف هایی که میزنیم رو تکرار میکنیم برای اینه که اعضای جدید وارد کانال میشن و اینکه هر از چنگای ویدو حرفهای تکراری رو باز تکرار کنیم باعث میشه اطلاع رسانی خوبی به بقیه عزیزان بشه همچنین اینجا این خطوط رو میبینید اینها میتونه سنگ قیمتی سنگ نیمه قیمتی خوبی داخلش باشه احتمالش هست یقین صد درصد نمیشه گفت ولی احتمالش هست و همطور که میبینید اینجا یکم علامت گذاریش بکنیم این محدوده ای که این خطا داخلش بود تقریبا جنوب شرقی آباده قرار داره دوستان این هم یه رگه دیگه ولی مسک خاکی نیست رنگ سفیدش معلومه دقیق نمیدونم این میتونه سنگ قیمتی با کیفیتی داشته باشه یا نه البته کلسید همه اینجاها پیدا میشه ولی اون خالصترا دونه درشترا و با کیفیت ترهاش نادرتره حالا بین موقعیت جغرافیایی این یکی کجاست؟ بله تقریبا میشه گفت که بله جنوب غربی آباده